شنیدید تار میرزا عبدالله بود که روی صفحه گرامافون ضبط شده بود. متاسفانه از تار میرزا عبدالله صفحات اندکی باقی مانده که نمونه کوتاه از اون رو الان شنیدید. میرزا عبدالله موسیقی را ابتدا نزد برادر بزرگتر خود میرزا حسن و سپس در مکتب پسر عمویش آقا غلام حسین استاد زمانه فرا گرفت. میرزا عبدالله موسیقی را با کوشش و زحمت زیادی یاد گرفت و از حسادت‌های استادان زمان خود دلخوش نبود و به همین دلیل آنچه را که آموخته بود در طبقه اخلاص گذارده و به شاگردان خود آموخت تا به آیندگان برسد. میرزا عبدالله به خوبی دریافته بود که عمر انسان ابدی نیست. غفلت‌های گذشتگان باید برای آیندگان درس عبرتی باشد. و به همین علت آنچه را که از هر استادی می‌شنید به ذهن می‌سپرد و آهنگ‌ها را در لوح سینه می‌نوشت و آنقدر می‌نواخت و تکرار می‌کرد تا به قول معروف ملکه ذهن شود. نغمات قدیمی و محلی و آنچه را که وجود داشت با زحمت زیاد در 7 دستگاه و 5 مایه مرتب کرده که امروز نتیجهش را به عنوان ردیف موسیقی ایرانی ما میشنویم و اینها را به شاگردان خود یاد داده و امروز این گنجینه است غنی و پرمایه. میرزا عبدالله مردی بود درویش و کنج فراغت و مصاحبت یاران رو به مجالس مهمانی ترجیح می داد. عصرها میرزا عبدالله و عیسی آقاواشی که در آواز و ضرب دستی داشت به کنار خندق دولاب می رفتند و روی خندق دور از جماعت ساعتها میرزا عبدالله ستار می زد و آقاواشی می خواند. میرزا عبدالله در نواختن ستار مهارت بیشتری داشت و صفحات کمی از تار او در دست است و به نظر می آید که چون ستار صدای کمی داشته و ضبط آن با امکانات آن زمان دشوار بوده در صفحات بیشتر تار نواخته، در حالی که از ساز برادرش میرزا حسین قلی که هم عصر او بود تعداد زیادتری صفحه باقی مانده. حال گوش بدهیم به قسمتی از ستار سبا شاگرد میرزا عبدالله که معرف شیوه و حال و هوای ستار استاد است. Thank you.
میرزا عبدالله شاگردان بیشماری رو تربیت کرده. او در تدریس ساز بسیار با حوصله بود، چنان که طالبان و علاقمندانی که کم استعداد بودند رو با صبر و بردباری زیادی درس میداد و هرگز آن را دلسرد و ناامید نمی کرد. از شاگردان او میتوان از مهدی قلی هدایت، سید حسین خلیفه، منتظم الحکما، اسماعیل قهرمانی، حاج آقا محمد، سید مهدی دبیری و ابوالحسن سبا و حسین هنگافرین نام برد. میرزا عبدالله دو پسر داشت، یکی به نام جواد و دیگری احمد عبادی، که احمد عبادی هنگام فوت پدر طفل بود و ستار رو از خواهران خود به خصوص مولود خانوم یاد گرفته است و امروز یکی از استادان موسیقی ما می باشد. از خدمات بزرگ میرزا عبدالله تدوین ردیف موسیقی ایرانی است. ردیف مجموعی از ملودی های مختلف است، هم از ملودی های محلی، ملودی های قدیمی و یا حتی ملودی هایی که دراویش می خوندن. تمام اینها رو میرزا عبدالله جمع کرده و در جای مناسب خودش هر دستگاه قرار داده، که همین علت چون مرتب اینا پشت سر هم از نظر حسی و منطقی تدوین شده، اسم ردیف روش گذاشته شده که امروزه ما از اون استفاده میکنیم. به قسمتی از تار میرزا عبدالله با آواز قربان خان شاهی که روی صفحات قدیم گرامافون ضبط شده با هم گوش بدیم. وصف میرزا عبدالله اشعار مختلفی سروده شده، از جمله این شعر: گر خسرو پرویز بودی ما را شاه، میگفت نکیسای من است عبدالله. و یا ادیب الممالک دربارش اینطور گفته: تا زخمی تو به نغمه دمساز شود، ز آوازه تو جهان پرآواز شود. گویند سیم میشود قد زبان، در دست سیم را زبان باز شود. یکی از دوستان میرزا عبدالله این دو بیت را در مرگ او سروده: این بنده خدا و خداوند موسیقی، رفت از جهان فانی و میرند ما بقی. ای خاک تیره مرشد ما را عزیز دار، عبدالله است پیر جوانان منتقی. تاریخ درگذشت میرزا عبدالله رو سال 1297 شمسی در سن 75 سالگی نوشتند. به یاد او گوشه هایی از ردیف شور رو براتون اجرا میکنم، یه چند گوشه، از جمله سیرکش سلمک، مالانازی، گلریز، مجلس افروز، شور پایین دسته، رهاب، مقدمه گریلیم.